برنامه را با چند خبر کوتاه ادامه می دهیم. جمعی از جوانان و عاشقان اهل بیت علیه السلام در اقدامی زیبا اپلیکیشن مفید را راه اندازی کردند که بر اساس آن زائران می توانند از منازلی که برای میزبانی از آنها در طول مسیر و همچنین شهر مقدس کربلا فراهم است اطلاع یابند. کرار محمد مدیر اجرایی برنامه مفید در این زمینه گفت این ایده ناشی از نیاز فوری به سازماندهی میزبانی زائران حسینی است. وی با اشاره به این که این اپلیکیشن به زائران امکان شناسایی نزدیکترین منزل در دسترس را می‌دهد افزود این نرم افزار به زائران کمک می‌کند که مکان‌های مناسبی را برای اقامت در طول زیارت خود پیدا کنند. نماینده کمیساریای عالی سازمان ملل در امور پناهندگان در مصر از ثبت بیش از 600 هزار پناهنده در این کشور خبر داد. حنان همدان نماینده کمیساریای عالی سازمان ملل در امور پناهندگان در مصر و اتحادیه عرب اظهار داشت پناهندگان در مصر در فضایی متفاوت با دیگر اردوگاه‌های پناهندگان زندگی می‌کنند، چرا که به پناهندگان در مصر اجازه جابجایی و ادغام در جوامع محلی داده می‌شود و مصر در این زمینه الگویی در جامعه جهانی به شمار می‌آید. وی در خصوص نقش کمیساریای عالی سازمان ملل در مصر گفت گام مهم این کمیساریا ثبت اسامی پناهندگان و درخواست دهندگان پناهندگی است تا دستیابی این افراد به حق و حقوق خود بر اساس قوانین بین المللی تضمین شود. اداره بازرس ویژه آمریکا برای بازسازی افغانستان میگوید که واشنگتن در 3 سال گذشته 21 میلیارد دلار به کابل کمک کرده است. سیگار در یک گزارش روز سه‌شنبه 16 مرداد افزوده که این کمک‌ها از اکتبر سال 2021 تا پایان ژوئن 2024 توسط سازمان‌های بین‌المللی در افغانستان به مصرف رسیده است. طبق گزارش این مبلغ صرف کمک‌های بشردوستانه، انتقال و اسکان پناهجویان و همچنین باز پرداخت پول‌های بلوکه شده بانک مرکزی افغانستان شده است.